تلویزیون اورینت اپوزیسیون سوریه. در اجتماع بزرگ برلین، پیام زنان آزاده به جامعه جهانی، ضرورت پایان دادن به دیکتاتوری و نقش تعیین کننده زنان در انقلاب و پیشرفت جامعه بود. در اجلاس بین المللی که شورای ملی مقاومت ایران برگزار کرده بود، تحت شعار بردباری و برابری علیه بنیادگرایی و خشونت علیه زنان، خانم مریم رجوی، رئیس جمهور منتخب اپوزیسیون ایران و هیئت‌های پارلمانی، شخصیت‌های آلمانی، اروپایی و سایر کشورها و نیز هیئتی از ائتلاف ملی سوریه و شخصیت‌های اپوزیسیون سوریه شرکت داشتند. خانم رجوی در سخنان خود گفت: خام خیالی است از کسی بخواهیم آتش را خاموش کند که خودش آن را برافروخته است، بلکه راه حل درست قطع سرانگشتان رژیم آخوندی از عراق و سوریه است. او از زنان سوریه و عراق خواست مسئولیت‌هایشان را در انقلاب و جامعه بپذیرند. مهم است که در این مناسبت بگوییم خواهران سوری و ایرانی باید مسئولیت‌هایشان را در این انقلاب به دوش بکشند. حضور شرکت کنندگان آلمانی در این اجلاس بسیار چشمگیر بود. رئیس پیشین پارلمان آلمان به همراه اعضای فعلی پارلمان آلمان در این اجلاس حضور داشتند. همچنین هیئت‌هایی از شورای زنان آلمانی در این اجلاس خواهان آزادی و دموکراسی در ایران و سایر کشورهای منطقه شدند. بسیار خوشحالم که امروز در این اجلاس شرکت کردم و انبوه زنان آزاد را مشاهده کردم و برای حمایت از آزادی زنان ایرانی و دیگر کشورها سخنرانی کردم. امیدوارم از اینجا جنبش بزرگی شروع شود و این شجاعت و قدرت در ایران و سوریه و دیگر کشورها گسترش پیدا کند. در این اجلاس عالی منصور، عضو هیئت سیاسی ائتلاف سوریه و دو زن سوریه مخالف، خاوله دنیا و معیاد الخلیل شرکت داشتند و به نام زنان سوریه سخنرانی کردند. آنها بر ضرورت مسئولیت پذیری زنان سوری و ادامه انقلاب تاکید کردند. از نظر ما این مهم است که چنین روابطی را گسترده تر کنیم. صحنه‌های مطبوعاتی را که در اختیار نداریم به وجود بیاوریم، پیام انقلاب سوریه را به بخش‌های وسیع‌تری منتقل کنیم و روابط بهتری را برقرار کنیم. اجلاس با پیام زنان شرکت کننده بر روی سن به پایان رسید. آنها تاکید کردند که ساختن کشور نیازمند ساختن جامعه است که در آن حقوق زنان در آزادی و برابری تضمین شود. هذه المشاركة الواسعة كانت رسالة المرأة الحرة في هذا المؤتمر إلى المجتمع الدولي. در این تجمع بزرگ، پیام زنان آزاده به جامعه جهانی، ضرورت پایان دادن به دیکتاتوری و پایمال شدن حقوق آنها و نقش تعیین کننده آنها در انقلاب و جامعه بود.